مست و باطلم کردی، مگه این رسم مستی و راستی؟ شاید فردا خوب بشه، این جای زخم قدیمی من. سلام دوستان، من رام هستم و خوش اومدید به برنامه مستی و راستی، برنامه‌ای که من معمولاً توش کمی مست و یخت چت میشینم یا با خودم حرف میزنم یا مهمونای خیلی جالبم مثل دوست عزیزم شهریار که یه جورایی برادر بزرگه یا عمو باحاله، اون عمو دیوونه هستش که همیشه مهمونی رو با هم میریزه، اون دایی خلوچله، همون باحاله دیگه، اون آدم باحاله که هممون بهش لوکاپ میکنیم. برای من که واقعا بیشتر از یک برادر و یه منتور و یه دوست صمیمی بوده تو زندگیم و واقعا وجودش واقعا خیلی پرنعمت بوده و خیلی چرش میکنم این دوستی رو که باش دارم. واقعا برای من که بهترین دوستی هایی که تا تو زندگیم داشتم. زیاد نیاز مقدمه نداره شهریاری، همه تون میشناسین، اومده اینجا برامون کلی حرف زده و از داستاناش تعریف کرده، از چی میگن وزدم و دانش و خرد خودش با ما در اختیار گذاشته، از مجموعه تجربه هایی که به دست آورده و خیلی هم به نظرم هم در حال اینکه خیلی آموزنده بوده، خیلی خنده‌دار و باحال و پرماجرا بوده زندگیش، ولی تازگی ها فکر میکنم بعضیتون شاید از تو پست هایی که گذاشتیم توی اینستاگرام این اونور متوجه شدین که یه مسئله برای شهریار و خانوادهش پیش اومده، برای پسر عزیزش بیبی سایرس، و بر همین یه غیبتی داشته، یه مدتی نبوده تو پادکست، که اصلا اینجا که پادکست به تخمتون، ولی زندگیش که خیلی مهم و تمام زندگی سایرس عزیز، و گفتیم که امروز بیایم بعد از مدتی با هم دیگه بشینیم صحبت بکنیم در مورد همه اتفاقایی که افتاده، خود شهریار تو چه جایی قرار گرفته و از این تجربه خیلی سخت و عجیب غریبش تو این چند ماه بید با ما یه درد و دلی بکنه. و در ضمن اینا میگم یه لینکی هستش که اینجا من میذارم تو یوتیوب، تو دیسکریپشن هم میذارم، همه جا میذارم، که برای بیبی سایرس یه گوفاندمی رو انداختن شهریار و خانومش کریستال عزیز، و توی اونجا میتونید کمک کنید و حمایت کنید برای اینکه شهریار بتونن این مقدار پولی رو که لازم دارن برای این عمل و تمام پروسه های دیگه. حالا بیشتر صحبت میکنیم در مورد دیتیل این داستان و چرا انقدر گرونه و چرا انقدر سخته واقعا، ولی خیلی خیلی خوش اومدی شهریار و به سلامتی خودت و سایرس و کریستال، امیدوارم هرچی سریعتر همه چیز عالی بشه. که اولا سلام بر تو دوست عزیز، مثل همیشه میدونی خیلی هم تو برادرت مامانت تو خیلی دوست دارم و متاسفانه پدرت ملاقات نکردم دیگه، زندگی اینطوریه. ولی خواستم بگم که اینو توجه کنی، این کوک مکزیکیه، نمیدونم اینجا تو دوربین بیاد، این کوک مکزیکیه و این کوک مکزیکی تو آمریکا مثلا خیلی چیزه، برای اینکه با شکر درست شده، جای مثلا کورن سیروپ از مسخره بازی که تو آمریکا فشار به اون میدن، ولی این کوک نیست. یه چهار تا شات هم توش رام ریختم با اجازه که بفرما بیام، ولی رامش هم مال کاسکو ها به عنوان امبسیدر کاسکو. واقعا آره، مثلا ما یه کاسکو باید پول بهم بده، لامصب به خودی یه جوری باید پول در بیارم سپانسرشیپ کاسکو باید بگیری. واقعا اونجا ازدواج کردی، اونجا هم زندگیت به پایان میرسه. همه چی هم آره، یه کسکت هم از اونجا بخیر راحت میفروشن کسکت. خودم خلاصه ما این دفعه اولا که ببین نمیدونم این، من که نمیدونم این داستان حقیقی نیست، ولی واقعا اولا میخوام بگم این تشویقی که از بچه ها شده چطوری، من حالا البته خود رامی که بهم میگه. بعد ببین یه سری بچه ها، من به خدا میگم شما ها، من تو دوربین نگاه کنم پرده رو پاره کردم اگه تو دوربین نگاه کنم. نه من تو دوربین نگاه کن. آره اوکی، این تو هر جا دوستایی نگاه کن، راحت باش. ما به تو خب قیافه تو رو ببینم، قیافه خودم ببینم، تخمی نشو از این حرف. بعد ببین
اولا که یه سری بچه ها توی مدتی که ما حالا بهتون میگم چرا نبودم، من که اولا که خیلی من اصلا دوست دارم که این تجربیاتی که تو زندگیم من گرفتم و همینجوری بدم به نسل بعد، از این کار خوشم میاد، برای اینکه خیلی بدم میاد اون اشتباهاتی که من کردم و وقت شماها دوباره بکنین که یه سری بچه اصلا کارتونای جالب و یه پسر خیلی باحال بود، یه کارتون فرستاده بود که یه چوب رفته تو کونه من، اون وقت یه درخت رفته تو کونه و میگه داداش اگه تو فکر کنی چوب تو کونه رفته، ما که پدرمون تو ایران در خیلی بامزه بود، حالا هر کی هستی خودت میدونی کی هستی. بعد اون وقت بچه‌ها، من بلند حرف میزنم اینجا خوبه داستان؟ نه اوکیه. بگو. بچه ها ببین، یه سری که ایمیل های منو پیدا کردن، حالا از کجا خدا میدونه ایمیل میدن، و من البته اینو همیشه رامین فوشم میدونه، من به همه ایمیل هایی که من میگیرم جواب میدم، ولی نه right away، بعض وقتا 6 ماه، ولی به همه تون من یه جوری بالاخره جوابتون میدم، اینو قول بهتون میدم. خب یه سری سلفونم رو پیدا کرد، سلفون من نیست اصلا، مال کمپانی اصلا، کجا؟ ببین شماها قربونتون برم، هم دوستتون دارم، هم برین ساواما کار پیدا کنیم بابا بهتره. بابا دست از سر شهریار خلاصه بکشیم بیرون بنده خدا. نه اگر بعدن در آینده باید کاری که تو بکنین که یه پابلیک ایمیل درست کن، به جای این بازی ها این کنگوشادی نکن، یه پابلیک ایمیل درست کن شهریار فلان چی چی، با اونو پابلیک میذاری بیرون دیگه، اونجا هم بزنن. میگم نه بذار بگم چرا، برای اینکه اون فلان فلان شده که رفته سولاخ دنیا رو گشته ایمیلمو پیگیره، واقعا میخواد با من حرف بزنه، برای اینکه کار اگه آسون بکنی آیار میگه خب حالا نشستم تر تارت نمیاد، بذار حالا مثلا این 10 دقیقه که باز زور بزنم یه مثلا ایمیلی هم به جریان، نه اونجوری نه، کار کن زحمت بکش، بعد من میدونم که تو میخوای با من حرف بزنی، برات مهمه، اگه برات مهمه من وقت از زندگی میبرم برات میدم، اگه وسط مثلا نمیدونم داری تو ترافیک تهران گیر کردیم یه تکسی هم به شهریار بدیم، خب نه دیگه داداش، ولی خلاصه اینا، ولی همو کسی که واقعا تمام این برنامه‌تون میگن شما مثلا یه جوری حرفا منو دوست دارین، رو زندگیتون یا کارتون تاثیر گذاشته، من واقعا شرمنده ام، یعنی من هنوز که هنوز باور نمیکنم، من که من هنوز که تقریبا آخر زندگیمه، یعنی زندگی شخصیم حالا خدا کنه نباشه، ولی از لحاظ کاری و اینا حالا من دیگه تقریبا تو دهه 4 کارم، یعنی it's my 4th decade of work به قول آمریکایی، هنوز ایمپاستر سیندروم داره با من میاد، یعنی هر روز فکر میکنم آخه این مردم اونا دیگه کیان که من الاغ میخوام گوش بدن، من که هیچی سرم نمیشه. ببین حالا راجب اونم هر وقت خواستیم باهاتون حرف میزنم، ولی فکر کنم اصلترین موضوع اینه که خودت باشی. خب اگه خودت باشی، که من همیشه سعی میکنم خودم باشم و بعد وقتا پولشو دادم، یعنی برام سخت تموم شده، مثلا جلو رئیس های بوئین که میرم مثلا خودم هم عقیدم و صف میکنم تو کونه یارو هم میگه خیلی خب منم صف میذارم تو سر اون ریزی که قرار امسال بگیری، حالا به تعریف میکنم اینجوری. ولی اتفاقا امروز که مخواستم، امروز که تمام روز تا حالا کار میکردم، بعد اومدم رسیدم خونه، بودو بودو کینگرام زنگ زدم، اتفاقا امروز این کلندر، من هنوز کلندر کاغذی داری؟ چرا؟ این باتریش تمام نمیشه. بعدش هم بکاپ و اینا، ببین تو رو خدا یکی از اینا داشته باشین، هرچی از این دستگاه مسکاها داشته باشین، یکی هم از اینا داشته باشین، 50 سال دیگه، 30 سال دیگه، 40 سال دیگه، من میرم وام میکنم میگم روز 12 مارچ Thursday من چه گویی خوردم، آخ میفهمم. شما 50 سال دیگه اگه بتونی اینو روشن کنی، یه جایزه نوبل باید بگیری. با مزگیش هم بابای منم از اینو داشتش و توش با دیتل و مثلا تاریخ همه آدم هایی که مرده بودن زنده شده بودن فلان و همه چیز، میتونی بری لیست تمام اسم آدم هایی بود که اصلا نمیدونی کی هستش. چیزا میخونی اینو اینجا. ببین امروز این یارو من این کلندره هر روز یه دونه سین از یه نفر میذاره اون بالا من میخونم، این دفعه لاوتز. حالا من اینو براتون تعریف میکنم چون خودم یاد گرفتم، اینو میخوام بهتون بگم. این لاوتسه چی گفته؟ مال چین. گفته When you are content to be simply yourself and don't compare
or compete, everybody will respect you. این یک چیزه، اینو سعی کنین باشین. میدونی چرا؟ چون اوتوماتیک این داستان، زحمتی نباید راجبش بکشی. خودت بودن که آسونه. ببین، تو فکر میکنی خودت باشی، حرف خودتو بزنی که من تخمیم. ببین این ایمپاستر سیندروم من الان بعد از این همه دگریو، این همه هر چی دلت بخواد من دارم، هنوز من ایمپاستر، یعنی این احساسی که ممکنه من کافی نباشم ازت نمیره، از من نرفته دیگه، از شما هم نخواهد رفت. حالا نمیگم همتون، پس بنابراین فکر نکن من کافیم، کافی نیستم، خوشگل نیستم، بیشتر میدونم، کمتر، اینا رو بذار کنار، چون این یه چیزیه که همیشه هست. پس اون رو فاکتور بگیری. چی میمونه؟ خودت باش داداش، چون آسون ترین متدیه که میتونی باشی. It's the simplest, it's the lowest common denominator. خودت باش و خودت هستی. لاوتسه فلان فلان شده. حالا اینم یاد بدم، این داستان لاوتسه رو یاد بگیرین از اونا که چینی حرف میزنن، که میگن تو رو جمعش کن. لاوتسه، کنفیوتسه، این سه، خب کنفیوشوس که میگن اون نی، کنفیوتسه، لاوتسه. خب میبینی اینجا کجا بردم اینا؟ به زور معلوم، ولی اوکی. آها، لاوتسه سه، خب درسته. این سه به مثلا چینی یعنی خان، نه ولی بالاتر از خان، یعنی تو یه آدمی هستی که به لول بالا رسیدی. لاوتسه داریم، کنفیوسیه دیگه هم داریم، بگو. لاوتسه، کنفیوسیه، اون جنرال اولشون کی بود که آرت آف وار رو نوشت؟ آه ای بابا، باید بدونم کتابش هم داریم هممونا. کتاب این پشتی را مثلا یه جایی سونسه همت گرد. اینا همت سه ها لقبه، اینو یادتون نره بچه، حالا یه چیزی یاد گرفتین امشب. سه یعنی لقب. حالا بعد از امروز بعد که وارد یه دوست خونه یه دوست با حالتون میشی، میگه احمد سه. خلاصه حالا اینه که این حالا nor here nor there به قول دوستا. ببینیم بچه ها، میخواستم بگم که تو زندگی شما هر کاری کردین یا هر جایی رسیدین یا هر پولی در آوردین یا هر مقامی بهش رسیدین، این زندگی میتونه یه دونه، به آمریکایی ها میگن curveball، هم یه لقبیه که به بیسبال رد داره، که وقتی که توپو میندازن یه جوری میندازن که اونجوری که صاف نیاد سراغ تو، نتونی بزنی، و اینجوریه، یعنی یه توپی رو بهت میفرستن که نتونی با آسانی جواب بدی، بزنی توپو پس بدی. ما این زندگی یا خدا یا هستی یا هر چی دوست داری از این کارا باد میکنه. وقت با من از این کارا کرد تقریبا یه سال نیم پیش. من از حالا داستان زندگی زناشویی یه ذره میخوام با از زنم که اجازه نگرفتم، هر دفعه این کارا رو میکنم، زنم پشت میگه آقا زندگی شخصی ما به دنیا چه مربوط، از این حرفا. میگم بابا من و تو قراره بریم، این پیرامیدی هم که ساخته مرتیک رفت تو ایجیپت، چیزی نمیمونه، هم من و تو، با بده داستانا رو بره بابا. دست میکروفون نزن، هی تلق تلق میکنه. من دارم هی دست به میکروفون میزنم در حقیقت. نکن دیگه این کار صدا میده، نکن این کار. بکه ببین بلد نیستی همینه دیگه. میدونی چی نمیده، میگه اون که میدونه. مرسی که گفتی. ببین می‌خواستی از زندگیتون یه چیزی بگی؟ زندگیم داشت دیگه، یواش یواش از لحاظ کاری دیگه، هر چند وقت یه بار دیگه هر کی سر کار تو بوئینگ رد میشد میگفت بابا تو خدایی و تو فلانی، و یواش یواش داشتم احساس میکردم که یه جورایی مثلا یه گویی شدم. خب خیلی زحمت کشیدم تو زندگی. من الان تقریبا 20 ساله که دارم دو جا کار میکنم. اینو برم این وسط. 20 ساله که من که تو بوئینگ مقام نسبتا بالایی دارم، یه جا دیگه هم کار میکنم. من الان 20 ساله که دانشگاه هم دارم درس میدم، UCLA، Texas A&M،
کال استیت مختلف از این جاها. خب خیلی هم دوست دارم این کار دوست دارم، ولی خب به مالش هم احتیاج دارم، هیچ فکر نکنین که اونجوری هم نیست. اون وقت بعد خب بالاخره رسیده بودم اینجا که میگم دیگه I have arrived a little bit، بالاخره از لحاظ کاری میدونم دارم چیکار میکنه از این حرفا. اون وقت ما سه دفعه سعی کردیم بچه درست کنیم، من و زنم. اون وقت از این داستان ها که نمیدونم کتاب اون آقای مالکم گلدویل رو خوندین که میگه یه ریسرچ کرده تو این کتاباش که میگه اگه شما بچه‌تون رو آخر سالی که میتونه بیاد تو آمریکا، رو دارم میگم تو اروپا هم شاید اونطوری باشه، به دنیا بیارین، اون وقت ممکنه 11 ماه بزرگتر باشه از اون کسانی که تو کلاسش هستن. خب فکر کن بچه تو درست مثلا چه میدونم کلاس مثلا اول که میخوای بری، بعد مثلا چه میدونم سپتامبر به دنیا بیا، اگه مثلا آگوست به دنیا بیا، اکتبر به دنیا بیا، خب بعد به سال بعد میخوری. اگه به سال بعدش بخوری یهو 11 ماه بزرگتر، 12 ماه تقریبا بزرگتر از بقیه شاگردایی. اینو میگه مالکم گلدویل. بعد بچت بی خودی آوانتاژ پیدا میکنه رو بقیه، نه اینکه باهوشتره یا بهتره. یا توی سن 4 سالگی وقتی تو 5 سالت اونا 4 سالشونه، یه چیزی مثلا 25% از اونا بهتری، وگه تو اون سن کمه دیگه دیفرنس ها. خب بر همین یه سال بزرگتر خیلیه. الان مثلا به سن من یه سال از یکی بزرگتر باشه مثلا فرقی نداره، ولی وقتی تو مثلا 3 سالته یکی 2 سالشه تو 3 سالته خیلی فرق میشه. خب مالکم گلدویل میگه این داستانم اتفاقا استادی که کردن راجب آیس هاکی پلیر ها بود. اینا دیدن که اینه که آقای کانادایی اینجا کینگرام خوب بلده آیس هاکی، که بچه هایی که خوب تو آیس هاکی هستن یه مقدار زیادشون از اونا بودن که آخر سال به دنیا آمدن، نه اینکه اینا بهترن، برای اینکه آخر سال به دنیا آمدن قوی تر بودن، بزرگتر بودن، اونا انتخاب شدن، بعد کوچ خوب گرفتن، بعد روشون کار کردن، اونا همینطوری بهتر و بهتر شدن. آره دیولپمنت برای اونا راحت‌تر میومد دیگه. آره اینو گفته. خب اون وقت ما برای خودمون از این حسابا میکردیم، پس بیا ما اون بچه رو اون ماه درست کنیم، چون وقت بچه مثلا 11 ماه از اون یکی دیوسه بهتر باشه، اون وقت بچه من مثلا اینطور از این اون داداشی که اون بالاست، منظورم خامنه‌ای نیست اون داداشی که اون بالاست 2 طبقه بالاتر، اون گفت از این کلکیولیشن ها میکنی، بیا یه 2 تا دست انداز بندازم تو خیابون پهلوی ببینم چی میشه. اسمش چیه پهلوی الان؟ ولیعصر فکر کنم. ولیعصر. اصلا یعنی چی ولیعصر؟ ولیعصر دیگه، امام زمان دیگه. هولی شیت. خیلی خوب. مثلا نمیرسم دو. خیلی خوب. بعد ماهی یه حالا های سر اون ما که میشد، حالا بچه های جوون که به حرف من گوش میدین، برادران خواهران من، تو الان تو جوونی وقتی که عشق بازی میکنین با هم هستین اصلا نمیفهمین من چی میگم، بذار سنتون بره بالا، یه دفعه زنت میاد تو اتاق تو مثلا وسط کاری میگه الان موقعش ما عشق بازی بکنیم، همین الان. تو میگه آقا من آخه اصلا تو حالش آدم، من الان مثلا گرسنه‌ام، من مثلا میگه خفه شو، دکتر گفته الان این کارو بکنیم چون بچه، حالا من بعدن به شما خواهم گفت. اون چطوری میشه؟ خلاص این برنامه سر هر ماه که میشد بودو بودو فلان از این حرفا. بعد بس سنتونم که میره بالا، این موتوره دیگه اونطوری که استارت میزنی جوونی روشن میشه، روشن دیگه نمیشه، بعد هندل بزنی و خلاصه بایدن به شما خواهم گفت. بعد خلاصه بعد این داستانا که اتفاق میفته، بعد ما حالا بچه رو درست کردیم، یه بچه نشد و یه بچه بعد کوتا شد و پروبلم داشت، خلاص اصلا ببین این چیزا رو اصلا شما نمیتونی روش کنترل داشته باشی، یعنی یه جا میرسه تو زندگی که روبرو میشی با حقیقتی که you have no control، کنترل دیگه روش نداری. و شماها بچه‌هایی که مثلا تو ایران الان اگه به این دارین گوش میدین و در ایرانین، خیلیاتون هم میدونم بیرونین، ببین یه سری چیزا روش کنترل دیگه نداری. ببین با اونا نجنگ،
با اونا نجنگ، تمام انرژی تو میخوره، هیچ گوی هم نمیخوری، یه قدم از اونجا که هستی جلو نمیری. بفهمی کجا میتونی بجنگی کجا نمیتونی بجنگی خودش. البته این کلمه که من دارم استفاده میکنم، اونایی که کریستین هستین تو بایبل ها، حالا شاید تو قرآن هم باشه که میگه بفهم با چی میتونی بجنگی با چی نمیتونی بجنگی، حالا من خیلی بدجور دارم میگمش، ولی من اینو درکش کردم. برای همین ما اصلا اون داستانی که بچه رو که به دنیا بیاری که اوکی هیچ، برای اینکه دوتا بچه که رفت، بچه سوم بالاخره اومد، حالا نه اون ماهی که ما میخواستیم، خدا بهمون یه بچه داد. اونقدر من راضی بودم، اونقدر دوست داشتم، اونقدر عشق. و اولا که اگه بتونم یک نصیحت بهتون بکنم، بچه رو دیر درست نکنین. اگه بچه دوست دارین تو همون 30 یا 40 بچه رو درست کنین، یا 20، نرسید مثل من تو 50 و 60 از این کسفتکاری ها. خیلی سخت‌تر میشه چیزا. منم اینو احساس نمی‌کردم، من اینو نمی‌دونستم، فکر می‌کردم زندگی ابدیه، انرژی جوونی من ابدیه. این چیزا رو من بذارین من بهتون بگم، برای که من اونجا رسیدم. خب برای که بابا مامانتونم اینا رو بهتون میگم، ولی به اونا گوش نمیدین، دوست دارین پادکست به من گوش بدین، اوکی doesn't matter، منم همون حرفا رو بهتون میزنم، اما حرف ما رو بیشتر گوش میدین. شاید من میکروفون رو نزن لطفا، میکروفون ببخشید، یکی میکروفون دست میذاره راست میگی، ببخشید. حالا این بچه به دنیا اومد دیگه، حالا اولا که مونده بودم اسمشو چی بذارم، تا وقتی هم به دنیا اومد بهش میگفتیم یارو، خب اسمش چیه فلان اینا، هی فکر کن اسمش از این حرفا. و من از اونا بودم که اصلا نمیخواستم بدونم پسر یا دخترم، میخواستم بعد به دنیا اومد پسر بود و از این حرفا. و اسمشو گوشیم سایروس، سیروس یا کوروش، یه اسم خیلی خوبیه، چون هم به هم آسون گفتنش، هم تو بایبل، هم یهودی ها خوششون میاد، هم کریسچن ها خوششون میاد، هم مسلمان ها خوششون میاد، هم ایرونی ها، هم همه جگاتی دو سیلبل، یعنی که مثلا انوشی روانه، مثلا محمد قلی، مثلا سکه قلبی میکنی مثلا. بعد شهریار هم خیلی بده ها، اینجا یه سنکوپی کوچولویی میکنن، من میگم شهریار. بعد بچه به دنیا آمد و ما دیگه هر چی هم که بشه ما راجبه بچه که یاد بگیری و یاد بدی گفتن، اون نیست. تا خودت یه بچه به دنیا میاد تو خونه ای، خودتو اگه مرد بشی زنت یا شوهرت، اون وقت هر چی هم مردم میگن کمک میکنه، اینا برشته. برای که اگه اولا بگی ننه بابا بیان خونت، خب کمکه، ولی از یه ور ننه بابا تو خونتن، آقا این کارو بکن اون کار نکن، جی قضا بخون اونجا قرار، تو تمام این پروبلم هایی که با ننه بابات 50 ساله داشتی میاد رو بار. خب سختی خودشه داره، آسونی و سختی خودشه داره. بعد در هر صورت یعنی منظورم اینه که وقتی بچه دار میشی، شما و همزوجت، همسرت تنهایی، هر چقدر پول داشته باشین باز تنهایی تو این داستان. خب کمک داشته باشین تنهایی، باید یه چیزی رو از صفر یاد بگیرین اینا. و اینم باحاله، یعنی یاد گرفتنش باحاله، این بچه داره جلوتون بزرگ میشه، یک چیز خیلی خوبیه. هر چی بگم راجبش کم گفتم، این اکسپریانس رو باید خودتون بکنین. و کینگ رام به تو دارم حرف میزنم، بکنین اکسپریانس رو. ببین تاپ ده بسته، بهترین اکسپریانس. ما فعلا با ببینیم کسی راضی میشه بیاد همسر ما بشه یا اگر به مردم احساس کنن که تو واقعا میخوای بچه دار بشی و جدی شدی، اونها خودشون میان جلو. خب اون که اون، البته خانمایی که میان تو زندگیت بنده باید اوکی بگم، برادر بزرگتر یه دیگه میزنه میگم نه این شما با تایید بکنید حتما. خلاصه حالا این خیلی خوب چیزیه بچه ها، برای اینکه آخر سر داستان هر کاری کرده باشین، هر گوی خورده باشین، هر مقامی بهش رسیده باشین و تون تخته که خوابیدی که داری میمیری، اکاونت بانکیت دوروبرت نیست و وایس پرزیدنت دوروبرت نیستن، اگرم باشن به خاطر مقام و پولت. At the end of the day بالانس زندگی آخر سر، این خیلی چیز قشنگه. نمیگم کسانی که تصمیم گرفتن بچه دار نشن زندگیشون کمپلیت نیست، ولی خیلی چیز قشنگیه اگه این کارو بکنی. این اکسپریانس حتی با این بدبختی که حالا براتون قرار تعریف کنم، این چیز خوبی بوده برای من. تو رو خدا این کارو بکنی.
بعد این بچه اومد و زندگی ما رو تغییر داد و بعد بزرگ شد و بزرگ شد. حالا یه ذره اولای کار مثلا اینجاست که زخم میشد یه ذره دیر خوب میشد. حالا دکتر هم گفتن آقا دکتر هم اینجا ایرونیه تو سانتا مانیکا خیلی آدم باحالی، دکتر بچه ها خیلی تو ایران طبیب بوده و از این حرف ها خیلی آدم باحالیه. سلامتی. بعد این بچه به دنیا آمد و ما چه بزرگش کردیم، این زخماش خوب نمیشد ولی بعدا خوب بالاخره خوب میشد. حالا آوردم اتون تا مثلا تقریبا یه ساله. بعد زیاد کنسرن نبودیم ما راجع به این چیزا تا اینکه یه سال و چند ماهش که شد ما همگی با هم، من و زن و بچه هم با هم دیگه کووید گرفتیم. یکی از این کووید ها دیگه، چه من کدوم یکی. حالا آمپول هم من و زن هم آمپول زده بودیم، خب بچه هم که نزده بود چون اون موقع اصلا به بچه ها نمیزدن. آقا ما با همه با هم گرفتیم و یه هفته خیلی تخمی رو با هم گذروندیم. ولی اونجوری هم نبود که دیگه حالا دیگه کووید گرفتم انگوش کوچیکم، نه It's a bad cold. ما اونجوری بودیم. خب البته خیلی زندگیشون هم از دست دادن از این حرفا. بعد من و زنم خوب شدیم. تیستمون رو یه چیز جالب بهتون بگم راجب بو و مزه. من و زنم کووید گرفتیم. بعد مثلا روز دوم سوم زنم من گفت ببینم تو چیزی بو میکنی یا چیزی مزه میکنی؟ گفتم معلومه من نه میکنم. گفت نه واقعا؟ گفتم آره. گفت تستش کن. هیچی، رفتم به توی آشپزخونه یه کاسه نمک آوردم یه کاسه شکر. گفت چشی تو ببن اینا رو عوض کرد. گفت انگشتو بذار لیست بذار انگشتو بذار اینو بذار دهنه. زدم کردم گفت کدومی که شکر یا نمک؟ گفتم نمیدونم. بچه ها تا اون روز مغزم کامپنسیت میکرد، یعنی من مزه رو نمیفهمیدم ولی مغزم میگفت خب این اصلا نمیدونسته، این چیزی نیست که شما یه دفعه من مثلا نبینی یهو. خب مزه خیلی جالب بود، بو و مزه رو مغزم کامپنسیت میکرد. تا از مغزم پرسیدم آیا تو، یعنی بلایند تیست کردم و فیل کرد. خیلی این جالب بود. بای دی وی It was a very interesting psychological experiment. تا اون وقتی که من اینو امتحان کردم نمیدونستم که نه بو میکنم نه مزه میکنم. مال من بعد 4-5 روز اومد، مال زنم یه 4-5 ماه طول کشید بعد اومد. اون 4-5 ماه خیلی خوب بود چون تو تخت کارهای خودم راحت میکردم دیگه، داد بیداد نمیکردم حتی که به دستک برو تو توالت از جنب لازم نبود بری دوش بگیری و اینا. کووید خوبی هایی هم داره. بعد ولی این بچه ما هی حالش خوب میشه. حالا توجه کنیم مثلا یک سال و مثلا دو سه ماشه هی حالش خوب نمیشد، هی شبا پا میشد، هی گریه میکرده. دکترام گفتن نه خب خوب میشه، این پوست کووید سیندروم، برای که نمیدونن کووید دقیقاً با شما چیکار میکنه، برای پوست کووید سیندروم و فلان و فلان و فلان و فلان. آقا دیدیم این هر شب این بچه ساعت مثلا دو سه صبح پا میشد گریه گریه گریه. حالا بچه اون سنی حرف که نمیزنه و بتونم نمیتونه بگه من اینجام درد میکنه، فقط گریه میکنه. خلاصه زن من اکیپانکچریسته، یعنی ایسترن مدیسین بلد و این حرفا. یه روز احساس زن خیلی قویه ها رجوع به بچه و این چیزا، پاشو گفت این بچه رو من باید ببرم تست خونی بکنه، اینجوری نمیشه. رفتیم ما تست خونی کردیم، آقا دیدیم همه این مارکراش اینور و اونور اصلا همه جاست. که همون آن زنم هم گفت بریم اینجا تو لس آنجلس یه چیلدرن هاسپیتال هست که دنیویه، یعنی کارشو خوبه. رفتیم اونجا و حالا ما تو امرجنسی روم نشستیم، کووید و امرجنسی روم 9 ساعت ویتینگ لیست داره. بچه ها توجه کنید، بچه تو مریضه بدجور که خواستی ببری امرجنسی روم، خودتو زنت رفتی اونجا واسدی، یارو میگه 9 ساعت بعد میبینیمت. این 9 ساعت هر ثانیهش مثل یک قرن نوریه.
اینو میبینه. حالا ما توی اتاق کوچولو هستیم، خب اتاق امرجنسی رومه دیگه، اتاقاش چون یه ذره هم کامپرسش کردم چون خیلی امرجنسی بود، اتاق مثلا چه میدونم مثلا 3 متر در 3 متر چیز کوچولو. خب ما همه رفتیم اون تو، من و زنم و بچه‌م و اینا، این بچه‌م گریه و فلان، دکتر اومده خون گرفت دوباره ازش، برای اینکه تستای جادویی قبول نمی‌کنن، دوباره خون گرفت و رفت و اومد دکتر. حالا فکر کن ما تو اتاقیم، دکتر اومده این تست خونی رو نگاه می‌کنه، میگه این بچه چرا کانشسه. تو وقتی که تو اتاق امرجنسی روم بالای بچه‌ت واسدی، دکتر میگه این بچه چرا کانشسه، الان بعد بیهوش باشه، تو نمی‌دونی. این حرف تقریبا دردناکترین حرفی بود که تو زندگیم شنیدم. نمیدونم چطوری اینو، اونا که بچه دارن البته میفهمن، اونایی که بچه ندارن هر چی من بگم نمیفهمن. ولی خودم اونجا بودم 2 سال پیش. یه نیسته عجیبی ها، یه دریچه های احساسی برات وام میشه که اصلا تا 2 سال پیش 3 سال پیش تو زندگیم هیچی غیر خودم مهم نبود و زنم. حالا یه چیزی رو دوست داشتم، این کینگ رامو دوست داشتم، بهش حال میدادم، ولی at the end of the day من مهم بودم. این من، این بچه اومدی منو پاره کرد و اون خیلی مهمه، چون که تمام این کارهایی که میکنی که رو خودمون کار کنیم و رو عرفان و از این حرفا، اولش از پاره کردن منیت شروع میشه. خب و این حرفشو میزنیم، مگه آسون پاره کردن؟ چیز چدنیه، بهت یه چیز چودنی دادن میگم پاره کن، نمیشه پاره نمیشه. بچه دار شو، مثلا این سیبر مال چیز هست جدای پاره میکنه یه دفعه احساس میکنی یه چیزی که مهمتر از توه. خب خیلی اینم قوی بود برای من. حالا اون تو واسلی این بچه که میگه این بچه اینجوری از این حرفا، همین الان باید ادمیتش کنیم. هاسپیتال پر بود، اتاق نبود، یکی رو که نمیتونم بندازم بیرون ما رو وارد کنن، که البته اینا نمیدونستن شهریار اسد بختیاری، خان بختیاری آمریکا. وقتی که میگه آقا the rooms are full what you want to do، ما گفتیم نمیدونم ما خان بختیاری هستیم، میگه نمیدونه. خلاصه خیلی حال داد یارو بیچاره، بدبخت، گفت این اتاق امرجنسی روم هاسپیتال من میکنم اتاق بچت، برای 2 روز اون تو بود تا اتاق واشه. خیلی حال دادن، چون این بچه نمیتونه بره خونه، الان اگه بره خونه شاید بمیره. حالا ببین، شما فقط تو باغ برین، تمام این اتفاقا داره میفته، تو هم این بچت، یعنی بچه زبون بسته دستته، اصلا نمیدونم چجوری اینو بهت بفهمم که ببین. حالا اینو بگم بعد برمیگردم اونجا. خلاصه بچه رفت تو اتاق و یکی 2 هفته اینا اصلا نمیدونن چشه، فکر کردم مالاریا داره. خب فکر کردم مالاریا داره، فکر کردم اونم چی داره. خلاصه اینا رو گشتن، آخر سر تست کردن. حالا اینا رو مثلا اگه یه جای دیگه دنیا بود اصلا شاید پیدا نمیکردن. گشتن و یه دفعه دیدن اینو، برگشت گفت آقا این بچه یه دونه ژنتیک ایشو داره، CGD chronic granulomatous disease، که این کاری که میکنه اون یه ژنشو خاموش میکنه، اون ژنیه که برای من و شما خیلی راحته، یه کاری میکنه که هر دفعه تو بدنت یه دونه چیز، یه دونه باکتریا یا یه دونه فانگسی که لازم نیست رو پیدا کنه، هیدروژن پراکساید تولید میکنه، همونجا میکشتش. اصلا یه کار خیلی آسونیه که ما ها میکنیم، اصلا کاری نداره تو بدن ما. این ژن رو نداشته باشی اون کار نمیتونه بچه‌ام بکنه. اون وقت کوچکترین فانگس، کوچکترین باکتریا میتونه انفکشن توش درست کنه و بکشه این بچه رو. که وقتی ما رفتیم هاسپیتال 3 تا انفکشن بزرگ آردی تو بدنش بود، ما اینو نمیدونستیم. چون این متاسفانه از تو، اگه بچه‌ام عکساشو ببینین دیگه تو این لینکی که کینگ رام براتون میذاره، از بیرون بچه هیچ پرابلمی نداره، از لحاظ مغزی، از لحاظ حرفی، از لحاظ انتلیکچوال هیچ پرابلمی نداره، از تو داره خورده میشه. خلاصه دیگه با ما اینو گفتن، و ثانیه ای که اینو به من گفتن، نمیدونم بچه شما پیشتازان فضا رو هنوز تو ایران میذارن یا نه، زمان ما بود ستار ترک، یعنی انگاری کاپتان کرک گفت انرژایز، من از اون اتاق ورداشتم بردن یه کهکشان دیگه،
اونجا ظاهر شدم، دیگه بر نگردم کهکشان قبلی، زندگیم اون ثانیه عوض شد، never to come back. اصلا من نمیدونم چه اتفاقی تو زندگی روزمرم، کارم رو از دست بدم، میتونست اتفاق بیفته که اینجوری فاندمنتلی زندگی من عوض کنه، فاندمنتلی زندگی من عوض شد. اصلا عجیب غریبه واقعا، یعنی یه لحظه است. یک دو دکتر فکر کن این داستان اونا هم خیلی سیانتیفیک هم دیگه، بلکه اصلا اولش پرسید I hear you're a scientist، گفتم بله، گفت you don't mind data، گفتم no، یعنی کار خودش راحت کرد تو 10 ثانیه 15 ثانیه بدون اینکه مثلا اجکتیوی که حالا مثلا حال بد بدم بذاره بررررر دیتا رو دامپ کرد. اصلا نمیدونین بچه ها، اصلا هر چی بگم کم گفتم. اونجا هم بهم گفته که بس بچه 10 تا 20 سال زنده خواهد بود اگه خیلی مواظبش باشی. اصلا یعنی این جمله رو شنیدنش اصلا به قول تو، اولا من که میگم اون شبی که به من زنگ زدی که زار همجوری گریه میکردم، ولی هنوزم این جمله رو که میگی من نمیتونم درک کنم. منم هنوزم یه جوری گوش میدم. نه تا منظور که تو اصلا به عنوان پدر که میگی که اصلا و یه فرزند میگم، مثلا من که هنوز بچه ندارم و اینو شنیدن، اصلا در یه سری ابزارهای وکابولری هست که بتونم ارتباط برقرار کنم، ولی درک کردن این خیلی سنگینه. خودت هم، من تقریبا 2-3 هفته طول کشید که واقعا مزهش کنم. خب من میدونم که تو سگ داری، سگات هم دوست داری، منم قبلا مثلا گربه داشتم. نزدیکترین چیزی که به این میومد یه دونه انیمالی که تو زندگی که ببین اصلا انیمال رو تو از دست میدی داغونت میکنه. من گربه هم که مرد 3 سال مثلا سمای دیپرشن داشتم گربه. خب اگه انسان باشی، البته اگه چیز سنگدل باشی برام فرق نداره، میگم که الگو بای انادر وان. آدم ها اینطوری هم هستن، من میدونم تو با سگات اینطوری نیستی، منم حالا که انسان که اصلا فرگت باته. بعد دیگه حالا داستان تو بیمارستان دیگه چی شد و چی نشد و از این حرفا و این حرفا. ببینم بعد... تو کریستال اون موقع میگم این خبره که شنیدین، میدونم یعنی چی باعث شد که نپاشین، فرو نپاشین، چی باعث شد یعنی اون عشقه، اون قدرته همینجوری که... نه یه در آن واحد همون سال، یعنی یه سال قبلش یه بدبخت دیگه ای که نویسنده بود این بلا سرش اومده بود، بچه از CGD. اولا CGD تو آمریکا 20 تا بچه در سال به دنیا میان با CGD. این آمار رو که خوندم باور نمیشد، 20 تا بچه تو کل جمعیت آمریکا. یعنی ببین از بلیت بخت آزمایی خیلی بدتره، یعنی من رو اگه بلیت بخت آزمایی راحت برده بودم. ببین چطوری جالبه، میدونین که بچه هام اینجا میدونن من یه دونه پسر برادر دارم که توی NFL قهرمان دنیاست در اون پوزیسیونش، یعنی بیشوخی دارم میگم دیوید بختیاری در اون پوزیسیونی که بازی میکنه، اون موقعی که الان یه ذره زانوش خراب شده ولی موقعی که بود، یعنی الان هنوز هست البته، شاید هم یعنی زانوش داره بر میگرده، ولی مثلا 1-2 سال پیش واقعا بهتر از اون تو اون پوزیشن تو دنیا نبود و تو تاریخ نبود. دیوید بختیاری نگاه کنین، ویکی‌پدیا نگاه کنین. خب من حساب کردم استاتستیکلی همون شانسی که میخواد که یک آدم معمولی بشه قهرمان دنیا در یک چیزی، همون شانسی که بچه من CGD بگیره. یعنی تو یک فامیل دو تا کازن، اینا کازنن دیگه، بچه برادرم و این دو تا کازنا استاتستیکلی همون شانس رو داشتن که این بشه قهرمان دنیا، اینم بشه CGD. به این چجوری جنتیک گیم چیکار میکنه با آدم. چقدر این دیویده به این بچه کمک کرده و نمیدونم تو تمام NFL گذاشت و NFLیا کمک کردن، خیلی خیلی حال داد، خیلی حال دادیم بچه برادرم. حالا
حالا این بچه چطور، حالا من فوری مغز یه نفری که مثل منه که تمام زندگی من پرابلم سالف کردم، فوری مغزت میره چیکار کنم؟ این پرابلم هم باید بتونم سالف کنم. شروع میکنه رفتن تو اون حال و یه جوری نجات. حالا اینو داشتم میگفتم، در آن واحد یه بدبخت دیگه ای که نویسنده بود این بلا سرش اومده بود و در سال 2020 الان 22 ایم 20 یه کتاب نوشت پابلیش کرد راجب این اکسپریانسش که اون بچهش البته الان نجات پیدا کرده. حالا به تو میگم اسم کتابش چیه؟ به انگلیسی بگم More Than You Can Handle. اسم کتابو برو، بیشتر از حدی که میتونی تحمل کنی اسم کتابه. و واقعا هم آقا تو این کتابه من داشتم منو زنم کتاب رو شروع کردم خوندن. آقا هر چپیتر تا اونجا که ما زندگی، آخه اونا جلوتر از ما بودن دیگه، 7-8 سال این کار کردم بعد کتابو نوشتم. هر بلایی سر یارو اومد بر سر ما اومد. اول یارو گفت ببین، گفت اول دیسپلیفه، بعد فلان میکنی، بعد الکلی میشی. گفتم بابا این یاردی الکلی شدم. خب بعد گفت با زن دعوات میشه، به طلاق شاید بکشه کارتو. گفتم نه، من رو زنم ببین، واقعا من رو زنم عاشق هم بودیم و هستیم، من اصلا فکر، اصلا حرف طلاق یا فکر طلاق تو کارمون نبود. آقا ما 6-7 بار دعوا کردیم جوری که همون شب گفتیم امشب تمومه کار. یعنی ببین یه چیز جالبی بهتون میگم که این بس فرقی نداره شما ایرانی باشین، در ایران باشین، اینجا باشین، اونجا باشین، ما همه اونقدر شبیه همین. وقتی که توی سیتویشنی میذارمتون اونقدر شبیه هم رفتار میکنیم، مثلا فرقی نداره مال کجایی، فرقی نداره مال ایرانی، سن چیه، قد چیه، رنگ پوست چیه، این هم رفتار میکنیم. خیلی عجیب بود برام. من یه کتاب رو که میخوندم گفتم با تاریخچه زندگی منو وقتی که نوشته هر چی میگفتش برام اتفاق میافتاد، هر چی میگفت. بس که شبیه همیم از یه لحاظایی، هر چی با هم فرق میکنیم یه سری چیزمون این همه. و اونجاست که راجبه وقتی که فکر هیومن رایت رو شبیه همیم میکنیم، من الان فهمیدم که راجبه اون چیزا چقدر شبیه همیم. من دیگه هر کسی رو تو خیابون الان میبینم اینجوری دیگه به شکانه میکنم. هر چقدر که من اوپن مایندد بودم هنوز یه پرجودیس هایی داشتم، الان اونا هم یه ذره پاک شد، برای اینکه بگم بابا این همین، فرق داره چشت اینطوریه، رنگت اونطوریه، لهجت اینه، فلاینه. توی سیتویشن هایی که میذارم، خصوصا چیزایی که خیلی کامنه راجع به بچه و مریضی و اینا که هم هیچکی ایمیون نیست، این هم رفتار میکنم. این هم رفتار خیلی جالب بود برام. آره این یه عجیب غریبه، یه چیزی که اینجور اتفاقات و این لحظه ها چقدر ما رو به یه آگاهی های نزدیکتر میکنه که قبلا شاید اونجوری لمس نمی کردیم. و چقدر حیف که بعضی وقت باید یه کرف بال بیاد توی زندگی آدم که متوجه این چیزا بشه. واقعا یعنی میگم، یعنی اون روزی که میگم خبر رو من دادی، اصلا انقدر عصبی شده بودم، انقدر ناراحت بودم از اینکه نه، فکری که من و خیلی همه میکنم وقتی تو رو میبینن شهر میگن این آدم ببین چقدر خوشحاله، چقدر بامزه و چقدر زندگی خوب و شیرین و زن و بچه‌اش، like he got it figured out. میدونی چی میگم؟ معنی نمیخوام یعنی چیز کنم، ما نمیخوام سیچویشن رو، هر چی فکر میکنه همه چی تکمیله، یه چیزی میتونه به اون بالا یه بندازه بگه اه ده بهت نشون میدم. یعنی جوری این داستان واقعا میخوام یه جوری، یعنی این اصلا به اولا من این بچه، حالا داستان نگاتیوش که خب همه فهمیدن، بچه من داره جلوشش هم از بین میره و یه جوری من باید بهش کمک کنم و این گوفان میره را انداختم. اولا به تمام دنیا راجبه این، اولا سی جی دی میدونی که اورفن دیزیزه. اورفن دیزیز یعنی چی؟ یه مریضیه که اونقدر کم آدم بهش مبتلا میشن، اینم
پیجش، اونقدر کم بهش مبتلا میشن که اینشورنس کمپانی ها و کمپانی های دوادرمونی اصلا براش فرقی نداره اینو خوبش کنن، چون اصلا پول در نمیارن. خب 20 نفر تو آمریکا فرقی براشون نداره، میگه شما برین. حالا من اگه بری GoFundMe فقط بزن ببه سایرس BEBECYRUS ببه سایرس تو GoFundMe سرچ کنی میاد بالا. آره اینا رو لینکش هم میذارم، حالا همه اینجا که بتون مردم کلیک کنن. ببه سایرس قیافه من میاد، بچه هم میاد، داستان میاد. این داستان رو بچه بخونین، به دوستاتون بفرستین. موضوع اصلا کانتریبیوت کردن مهم نیست، موضوع اینکه این داستان رو بفهمینش، برای اینکه این برای شما چیکار میکنه. ببین برای من چیکار کرد، چیز خوبش رو بگم. بگین تو چیز تاریکی همیشه یه نوری هست. خب من این بچه تا مثلا یه سال یکی دو ماش بود که این اتفاقش شروع شد، افتادن برای ما دیگه الان 2 سال و چند ماشه. خب من از سر کار میومدم، برای اینکه این پسر کارم که ولکن نیست که من با این مثلا ما تو ایندیا کار میکنیم، تو چاینا داریم، استرالیا داریم، من 24/7 یه جورایی من دارم کار میکنم. بعض وقتا باید 3 صبح باشم مثلا میتینگ و اینا. خب اینطوریه. خب کمپانی بوتو که کار میکنی بعض وقتا باید بکنی. بعد من میومدم خونه، این بچه رو میذاشتم تو کارسکه راه میرفتم، بچه تو کارسکه جلو دارم راه میرم، من این گوشی رو میذاشتم سرم. خب حالا تو میتینگم به خیال خودم حضور دارم با بچه‌م. حالا تو میتینگ اصلا من مثلا قاسمم بچه رو میبرد فرقی نداشت اصلا من اونجا بودم یا نبودم. یه دفعه بیدار شدم که من وقتی که بچه رو من از هاسپیتال آوردم، مرتیکه دکتره، مرتیکه بهش میگم ملاتی درست نیست، دکتر بچه آقا به من گفت 50-50 تو الان دیگه خونه نمیری با بچه. یعنی اینقدر اینفکشناش بد بود، این سری که هنوز هم خوب نشده، ما هنوز داریم جنگ میکنیم با اینفکشن هایی که همون سال پیش داشت تو جیگرش. 6 سانتیمتر تو جیگرش اینفکشن داشت. ببین بچه چقدر کوچیکه که 6 سانتیمتر اینفکشن تو جیگرش داشته باشه. بکن برگشت، من اونجا بود فهمیدم که وقتی که بچه را آوردم خونه، آمازون چرا را افتاد؟ اکو عفش که جونم اکو استاپ برای خودش داره صبح تا شب ببین ولکنم. اکو استاپ. حالا ما این آمازون رو گذاشتیم خونمون، از ببارم گوگل رو گذاشتم، دوتایشون رو دارم، یکی گوگل یکی آمازون، دوتایی گذاشتیم. ما هم رقابت میکنم اش بعض وقت میذارم با هم دیگه حرف بزنم. با هم دیگه حرف بزنم خیلی خنده داره. و بچه‌م هم یاد گرفته میاد میگه هی گوگل هی فلان، با اینا حرف میزنه. حالا بگذاریم این بچه رو گوشم رو کارسکو میرفتم. خب ببین این حضور داشتن به همتون دارم میگم، با هر کی دوست دارین، جون من همین فردا اگزرسایز دارم برای همتون، همین فردا. خب با کسانی که دوست دارین میخوام یه کار برای من بکنین. خب اولا میخوام پولمو رو بذار کنم، میخوام داستان بچه‌مو بخونین، اینو بکنین به دوستاتونم بفرستین، این خواهش ازتون دارم. اگه کمکی تو زندگیتون کردم این کارو برای من بکنین. دوم، هر کسی که دوست داری یا کاری که دوست داری بکنی، چیزی که واقعا بهش عشق داری، خب فردا میخوام 5 دقیقه ببین نگفتم 1 ساعت از این حرفای عجیب غریب، 5 دقیقه اون کارو با تمام وجودت بکنی. بعد میخوام جواب بدین تو این لینک یا به رام یا به هر کی، میخوام جواب بدین من اون کارو کردم جون من این کارو بکنین. 5 دقیقه یه چیزی که براتون عشق داره، مهمه، دوست داری با مامانت حرف بزنی، دوست داری با پسرت حرف بزنی، با زنت حرف بزنی، دوست داری نقاشی کنی، دازمت. خب 5 دقیقه میخوام اون کار بدونی که راجبه هیچ چی دیگه فکر کنی یا کار دیگه بکنی، واقعا 5 دقیقه برو تو اون کار. من برام سخت بود این کار، هر کاری میکردم یه لنگم یه جا دیگه بود، حضور نداشتم، اونجا نبودم. Be here now، اینجا باش الان، نه جایی 100 جا دیگه دارم با طرف میزنم. بله خب میگفتی، آه ببخشید، آه
آره داداش، آره من میام شام. آن چی؟ آه که الان میاد. ببین بعد از این اتفاقی که افتاد، این من اینها رو شاید لازم داشتم تو زندگی، چون که میتونستم جاگل کنم، این کارو بکنم، اون کارو بکنم، همه رو هم نسبتا خوب بکنم، فکر میکردم اینطوری اینطوری کار بیشتر میتونم بکنم. نه با این بچه من بعد از این اتفاق وقتی آوردمش خونه، این لابسبو میذاشتم تو خونه، این هدفونه رو ور میذاشتم، این کالسکرم که سوار میشدم پشتش نبودم، میامدم جلو بهش میگفتم انگشتمو بگیر که وقتی میکشم کالسکرشو ببینمش، حضور داشتم باهاش. این اتفاق یک اتفاق خوبیه که از این بدبختی که سر من اومد بیرون. من هر دفعه با بچه من، نمیگم همیشه باش حضور دارم، بعض وقتا دوباره میرم تو تله معمولی افتادم، ولی فوری مغزم میگه فلان فلان شده، خارکسته، حضور داشته باش باش. خودم با میسونم حضور دارم باش. این الگوریتم رو تو مغزتون راه بندازید، ولی متاسفانه میدونم خیلیاتون نخواهین این کارو کرد یا فکر میکنین این کارو خواهید کرد، مجبور یه بدبختی سرت بیاد. نمیدونم چرا ما اینجوری هستیم که بعد یه بدبختی سرت بیاد تا بیدار شی. آخه چرا؟ ولی همینه. برای من که اینطوری بود، این بدبختی باید سرم میومد. ببین من شخص موفقی ام دوستان، تو کارم موفقم، مردم رو دوست دارم، دوستای خوب دارم، عشق دادم به همه، سعی کردم تو زندگیم. خب از اون لحاظا اوکی، هم فکر کردم دیگه تکمیل داستان نبودم، برای اینکه حضور نداشتم بیشتر موقع ها. همین داستانی که میگی مسیح راستی، فکر میکنه این چیکار میکنه، این حواسمون پرت میکنه. اینا یه فراره دیگه. یعنی میگم یه موضوعی که منم برای فوت بابا متوجه شدم اینه که هنوز توی ترامای خودم خیلی وقت دارم از هیچ سیاه فرار میکنم دیگه، با سفرهایی که میرم، با سکسایی که دارم، با دراغایی که دارم، با اعتیادهای دیگهی که دارم، همه اینا یه نوع فراره. و هر چقدر میدونی آدم بعضی وقتا فکر میکنه مواجه شدم با مسئله و حل شده، ولی یه سری مسائل واقعا هیچ وقت درست حل نمیشه. و کاری که میتونی بکنی فقط اینکه حضور داشته باشی، سعی کنی نری تو اون لاک فرار. سختم هست، دروغ چرا، من همش دارم سعی میکنم رو خودم کار کنم، چون 2 ماه خوبم، 10 ماه افتضاحم. میگم بابا این چه اسکیجولی، باید سعی کنی اینو هی بیشتر و بیشترش کنی، بیشتر توی مایندست. یه انگشت کوچیک پاتم تو داستان خودش خیلیه، یه سری اصلا تو باغ نیستن. آن کس که نداند و نداند که نداند، بیشتر مردم اونجا نمیدونه که پروبلم داره. ولی من نمیتونم تصور کنم زندگی بدون مشروب. اونم میگم من زیاد نمیخورم در زندگی و کلا، ولی اصلا داشتم به این موضوع فکر میکنم خیلی وقتا که اصلا آدمایی که نه مشروب میخورن، نه دراگ میزنن، نه کار عجیب غریب میکنن، مثلا سیکس لایفشون مثلا برای من همیشه سواله، هنوز انقدر هیجان داری؟ نه چون دیوانگی و اون لت گویی که تو میکنی روی نمیدونم 1000 تا دراگ و مشروب و فلان و بعد یه سیکس عجیب غریب. و نه که تو عمرم سیکس سوبر نشم، بیشتر سیکس هم اتفاقا سوبر بوده، ولی کلا این کانسپتی که دیگه هیچ وقت مشروب نخورم و هیچ وقت دراگ نزنم و اینا یه ذره برام عجیب غریبه. خب ببین ولی داره روز به روز اونجوری بیشتر میشه، من خیلی مصرف همه چیم خیلی کم شده. اونم بگم باید حقیقتو گفت. خب من بهت دارم میگم، من خودم تو زندگی الان دیگه داستان سکس، من گفتم اون داستان سه طبقه، مرد اول فکر سکسی و بعد فکر غذایی و بعد فکر خواب و ریدن. خب من الان دیگه از غذا به ریدن اونجاهام تقریبا. خب الان یکی از چیزایی اینه که اولا نمیدونی، مثلا من همین چند وقت پیش سر کار بودم، یه دختر شدیدن خوشگلی وارد اتاق میتینگ شد و یه چیزی میخواست پریزنت بکنه. من اونجا نشسته بودم و دیدم 6 تا مرد بودن، چند تا دختر بودن. بیشتر دخترها داشتن نگاه میکردن این چقدر خوشگله، خاک تو سرش،
دو جلسی من میدیدم بیشتر مردم میگفتن من میخوام با این زنه باشم. من اینا میداشم میدیدم تنها بدبختی که داشت به خانم گوش میداد من بودم، چون هیچ کدوم این کار رو خیلی خوب بود. و از این رازهای خوبه با ما کارمونه کردیم الان میتونیم یه ذره. ولی بهت دارم میگم من خیلی بچه ها رو من تیوتور میکنم، هم بیرون بوئینگ هم توی بوئینگ. باز دست دادم به این بچه ایلان ماسک رو من تیوتور کردم، خیلی هم بچه خوبیه اتفاقا. این گریفین ماسک اسمش، نمیدونم اسمش رو میتونم بگم یا نه، حتما میتونم خبه من میدونم دیگه اسمش بچه چیه. خیلی بچه باحالیه اتفاقا خیلی بچه باحالی، ازش خوشم اومد بچه پسرشو. ببینیم شما اگه توجه کنی، درسته، اگه توجه کنی این چیزایی که یا الکل یا چیزای مختلف یه سری دریچه ها رو وا میکنی که من واقعا اینجا که نشستم کینگ رام با خودم یه سری سفرها رو با همدیگه رفتیم، با همدیگه رفتیم فضا کاپتان چی بنده بودم، سکن آفیسر کینگ رام رپورتینگ فور دیوتی. خب نمیتونم بهتون بگم که بده، من که دروغ دارم بهتون بگم، ولی موضوع اصلیش اینه که حالا موضوع اصلیش اینه که اگه شما دریچه های مغزیتون رو واز کردیم به یه سری اکسپریانس ها و یه سریشون هم واقعا خوبه، نمیتونم بگم بده، برای اینکه خب خوبه دیگه، چجوری بهتون بگم، موضوع اینه که آیا آمادگیشو دارین که بگین حالا من میخوام واسم. و اون سخته موضوع اکسپریانسش سخت نیست، اون خیلی سخته. برای اینکه مثلا من الان خب من و خانومم مثلا یه مدتی مثلا میرفتیم قدیما بعد قبل بچه مثلا میرفتیم میرقصیدیم یه اکسسی هم مینداختیم. خب واقعا میگم من تو زندگی من رقص دوست دارم، هم رقص ایرونی هم خارجی. من اصلا یکی رقصایی که تو پارتی ها میکنم دوست دارم رقص لاتی ایرونیه، داشی، من اصلا دوست دارم اینو، اصلا خوشم میاد از این کار. خب اصلا از لاتا خوشم میاد اصولا، ولی بهتون دارم میگم من جوری که واقعا خودمو جوش دادم با موزیک تو زندگیم یه جاهای کوچولو، نه اینکه برای ساعت ها، ولی شاید بعضی وقتا تو مثلا برای 5 دقیقه 10 دقیقه چیز واقعا رو اکسسی بوده. خب این دروغ بگم بهتون بگم نه، خب دروغ گفتم بهتون، it's not true. نمیگم بهتون که اگه این کارو نکنین اونجا نمیتونین برسین، میتونین برسین، ولی من اونجوری آسانسور تندو برداشتم رفتم. اگر شما بخواین مثلا فکر کنم همه این جاها با کار شدید آدم برسه، ولی من چون کوگشادم میخوام آسانسور رو بردارم برم اونجا، ولی این آسانسور قیمت داره، it's not free. شما تندتر اونجا میرسی ولی یه قیمت هایی بعدن باید پس بدی. خب ولی واقعا میگم یه جایی که من خودم رو ملت کردم با موزیک و آهنگ رو این چیزا بوده که استفاده کردم، حالا خوب بود بد بود، کار درست کردم بد کردم، جاجمنتی بهتون نمیدم اینجا، ما که کردیم. خب نمیتونیم بگیم دروغ بگیم به مردم که این بده. چی داریم بهتون میگیم؟ بهتون میگم فردا برین 100 تا از این قرصا بخورین برقصین؟ نه، من همچه حرفی رو بهتون نمیزنم، ولی اکسپریانسش هم بکنین یه جا تو زندگیتون، ولی بدونی یه درایی رو داری واز میکنی که نمیتونی بعد ببندی. ها اسمش هم از پندورز باکس، برین بخونین رو ویکی‌پدیا، یه جعبه خوشگلیه که واز میکنی دیگه نمیتونی ببندیش. و میخوام بدونم که الان با این شرایطی که هستش آیا به غیر از رامن کوک خوردن و اینا یعنی کلن یعنی کارهای، ولی واقعا میگم چی کار دار میکنی برای سلامتی روحی و روانی خودتو کریستال؟
نه ولی واقعا جدی برای خودت و کریستال سلامتی، چون فشار روحی روانی که داره بهتون میاد خیلی زیاد و وحشت. حالا کمک خانواده است، دوستا، میگم انقدر از سمت پادکست، ببین انقدر من پیغام گرفتم برای تو و کریستال و بیبی سایرس، انقدر مردم عشق فرستادن، انقدر واقعا به فکرتن و کنم این انرژی های پوزیتیو یه کاری میکنه ها، باور میکنم، من باور میکنم و ساینتیفیکلی هم اینا میجر شده که بهتون یه پادکست دیگه میشه راجبش حرف زد و خیلی راجبش حرف زدن. I believe in that. نمیدونم چیه ها، نمیتونم بهتون بگم میدونم مکانیزمش چه جوریه، ولی انرژی خوب حال خوب میاره. و میخوام بدونم که الان تو این پروسه قدم های بعدی چیه؟ یه ذره بیشتر بیا لطفا توضیح بده که من توی گوفاندمی هم دیدم که در مورد بون مرو ترانسپلانت درست میگه. اولا که همین اتفاقی که افتاد که شما، خیلی ممنون اولا که این رام که اینو پوز کردی، برای اینکه خب تو شنونده زیاد داری، خیلی آدم ها جواب دادن، خیلی آدم ها دو سه تا بگم تقریبا 6 تا طبیب و آدمایی که این کارا با من تماس گرفتن، یکی تو تگزاس، جاهای دیگه که گفتن آقا شهریار خان شما اگه لطف کنی با ما تماس بگیری ما یه ایده هایی داریم با تو میخوایم در میون بذاریم. همون خودش خیلیه بابا، مغزتو واز کن، با مردم حرف بزن، بسته نباش، گوش بده، خوشت نمیاد بگو نه، ولی حرفو بزن، حرفو بزن، در مغزتو نبند که حرفو نشنوی، اونجا مرگ مغزیه. گوش بده با مردم، خیلی خب من I've listened to you، اوکی دوست دارم، اوکی ندارم، اینو میخوام بیشتر برم راجبش. خلاصه ما الان دو تا حال داریم، یکی این که BMT بون مرو ترانسفر، بچه رو برمی دارم برای یه ماه، بهش بدترین شیمیوترابی که وجود داره رو میدم، یعنی میکشم بچه تو. این داستان اونقدر بده که مردمی که تعریف میکنم میگن وسط این کار پدر مادرها میکشن بیرون، میگن نمیخوایم، گستخارت نمیخوایم، اینقدر بده، یعنی بچه داره جلوت میمیره و برمرا. حالا داستان برمرا رو تعریف کنم، حالا داستان بچه، مریضی بچه، وسطش راجبه اکسسی و سکس، دوباره راجبه بچه. از این کار خودم و خود خوشم میاد، مغزه همینجوری در آن واحد میتونه همه جا بره. دارمت، برو دارمت، من اسکی رو آب میکنم پشت قایقت، هر جا بری باد میام. گوش بده، این بچه ما دکتره گفتش که شما بون مرو، چیزی که الان رایجه، یعنی چیزی که الان هست بون مروه، چیزهای دیگر راجبش حرف خواهم زد، ولی الان تو بیمارستان وجود نداره، اینا همه استادیه که اسکال جین تراپی، یعنی میرن رو جینت مکروسرجری میکنن. خب اینا ها راجبش حرف میزنیم تا اونجایی که من میدونم، من اکسپرت نیستم راجب این چیزها، خب ولی تا اونجایی که میدونم بهتون میگم. این بچه خب الان چیزی که دکترها، یعنی برید تو هر بیمارستان اروپا یا آمریکا یا حتی ایران شاید داشته باشن، بون مرو رو عوض میکنن. توی استخونت، مغز استخونت، اون جاییه که خون تولید میشه، white blood cells، red blood cells، اینا اون تو تولید میشه. اگه بون مرو تو عوض کنیم، طرز تولید کردن این چیزا هم عوض میشه. یاد گرفتن توی 30 سال اخیر این کارو بکنن، به خاطر لوکیمیا ها، نه به خاطر مریضی پسر من، چون مریضی پسر من اصلا براشون فرقی نداره، ولی به خاطر لوکیمیا اینو یاد گرفتن بکنن. بون مرو 10 تا وریبل داری که باید مچ کنی، مثل گروه خونی نیست که یه وریبل باشه، او پوزیتیو او پوزیتیو، خب 10 تا وریبل داره باید مچ شه. خب تو فقط فکر کن که مثلا یکی دو تا مچ میشه، این دو تا مچ نمیشه، یکی سه تا مچ میشه، اون یکی کامبینیشناش خیلی ان، میلیون ها کامبینیشنن. بر همین کسانی که گروه خونیشون نزدیک به همه بیشتر شانس دارن بون مرو مچ پیدا کنن، 10 تا وریبل مچ بشه، بهشون میگن کمپلیت مچ. خب بچه من ایرونیه، من هم ایرونیم، هم روس توم هست، هم فرانسوی، بیشتر هم ایرونیه ولی روس و فرانسوی هم توم هست. زنم مکسیکیه، فیلیپینیه، اسپانیشه،
اینا رو قاطی کن. دکتر صاف برگشت گفت آقا تو اونقدر قراقاتی این بچه که غیر ممکنه مچ پیدا کنی، اصلا راجبش فکرم نکن. 10 out of 10 match for BMT bone marrow transfer. ما هم گفتیم خب حالا میگه تاس هم نریزیم، میگه نه تاسو بریز ولی دیگه اون طرف نرو، خبرای خبری نی. داداش الان توی دنیا 40 تا 45 میلیون نفر توی بون مرو دونر هستن که خودم هم توشم ها. من 20 سال پیش خودم رو گوشم این تو، نمیدونستم که خودم قراره کاستمر بشم. خب خودم هم تو هم. آقا یک مچ پیدا شد تو دنیا، یک دوباره تکرار میشه، یک مچ پیدا شد تو دنیا، یارو تو اروپاست. پس ما اصلا ببین دکتره اومد گفت من اکم بلیوت، گفت اونقدر اکم بلیوت ما دوباره اینو چک کردیم. من که مگه میشه همچین چیزی؟ یک مچ تنرتن یارو تو اروپاست، کنتکتش کردن، یارو میگه آره من حاضرم کمک کنم. من که خیلی از اینا وقتی که بهشون میگن آقا بون مرو، آخه مثل خون که نیست که ازت بگیرن، بعد یه چیزی مثل چلت و سلاخ بکنن تو استخونت تا بون مرو بکشن، یه دو سه ماه هم درد داری از این حرفا. خیلی ها میگن نه این یارو گفته آره دمش گرم، البته اسمت نمیگم. حالا بعد از داستان همه چی تکمیل شد، شما ها رو آشنا میکنن و من قرار پای یارو رو ببوسم. خب ولی نمیگم، ما الان مچ داریم ولی اول باید این مریضی که الان داره خوب بشه، برای اینکه اگه نشه وقتی که بون مروشو میکشن اون مریضی تک اوور میکنه میکشدش و بعد دیگه این پروسس شروع میشه که اون پروسس یک سال طول داره و قیمتش بالاست، اینشورنس کپ داره، خود یک سری مسخره بازیه که تو آمریکا واقعا آدم ببین خدا نه ببین. اولا آمریکا خیلی جای خوبیه، اگه شما مریضی بدجور مثل این داشته باشی بهترین جا آمریکاست، در ضمن بدترین جا آمریکاست، برای اینکه از لحاظ مالی یه جوری عجیب غریبه. اینشورنس هم داشته باشی یه مقدارش میدن، یه مقدار اون مقدارش که نمیده آدم معمولی رو بدبخت میکنه. حالا بگذاریم روی این داستانا، الان 4-5 تا استادی های مختلف هست که جین تراپی بکنن که دیگه لازم نیست، برای اینکه اون چیزی که بدن اون بون مرو رو که بخوان عوض کنن این بچه رو تقریبا میکشن و اون شیمی تراپی که بهش میدن پدرش رو در میاره. اولا استرلش میکنه، یعنی بچه دیگه نمیتونه بچه دار بشه، دندونای شیریش رو دندونای اصلیش رو از دست میده، موش و اینسیدنت کنسرش میشه 30 برابر یه آدم معمولی. یعنی خیلی چیزا شد داغون میکنن با این کار، ولی زندگیش دیگه 10 تا 20 نیست، ممکنه تا 50 60 هم زندگی کنه. حالا فکر کنم از یه پدر من این تصمیما رو باید بگیرم، این کارا رو باید چم بکنم نکنم، منتظرشم جین تراپی بیاد، میگم ممکنه 5 تا 10 سال دیگه اون بیاد، منتظرشم نشم. ببین بچه‌ها خدا کنه همچین تصمیمایی نباید تو زندگیتون بگیرید. تا حالا هر تصمیمی من که تو زندگیم گرفتم میتونستم یه اکسل اسپریدشیت واس کنم، 2-2، 4-8، 8-15 ماتماتیکلی بهترین دیسیژن. اون چی بود تو اون تیپی که برات فرستادم؟ یارو بود گفت میدونی کی کیونیه؟ اونو گفتم برات، گورا گذاشتم میگه اونی که بهترین تصمیمو در بدترین شرایط میگیره قطعا کیونیه. نشید اینو برای نفرستدم؟ نمیدونم یادم نمیاد چرا فرستده باشه. البته من اصلا پروبلمی با چیزای جسمی ندارم، فقط جوکه دارم میگم. I'm very cool with everything. ولی اینو باید بذاری برای مردم میگه. اون که اون تراک درایوری که ماکامبن جای هایده گوش میده حتما. خلاصه این هم داستان اینه، داستان اینه که این بچه الان من باید بهترین تصمیم بگیرم تو این بدترین شرایط و ایت دیوونه کننده است. مشروب و نمیدونم اینا داره نجات هم میده از این لحاظا، برای اینکه یعنی واقعا داره میگی ایت خیلی سختیه، خیلی سخت. حالا این برای شما های این که داستان شخصی زندگیم بود، اینو باید شما یاد بگیریم.
ببینیم بچه در زندگی میگم چیزهای خیلی بدتر میتونه براتون اتفاق بیفته. حتی وقتی فکر میکنی زندگیتون سته، حتی وقتی که رفتی بهترین جاها درس خوندی، بهترین کمپانیا کار میکنی و موفق شدی تو اون کمپانیا، یه زن باحال خوشگل، ببین اگه زندگیمو از بیرون نگاه کنی، یارو میگه طرف یه زن باحال داره، بچه داره، تو این سن فلان کار، همه چی، منم دانشگاه درس میده، حال به بچه ها میده، از بیرون که نگاه میکنی زندگی تکمیله، ولی از تو که نگاه میکنی میبینی چه دردایی، چه سوراخایی، چه سوراخای عمیقی هست. این کجا به درد شما میخوره؟ اینجا به دردتون میخوره. هر دردی دارین، هر بلایی که سرتون الان اومده، بدونین بچه ها که تنها نیستین. من که به من شما گوش میدی فکر میکنی من تابته بستم همه چین تکمیله، از این لحاظی که دارم براتون تعریف میکنم مثل همه تون بدبختم، بدبختم، درد دارم. بعضی شما با گریه از تخت پا میشن، اون وقت جلو بچم نمیخوام گریه کنم، خب و پا میشم از اتاق میرم بیرون و میرم از خونه بیرون، حالا سه صبح گریه میکنم که این بچه میفهمه دیگه، که نبینه باباش داره گریه میکنه. سه دفعه در هفته این کارو میکنه، دو دفعه در هفته این کارو میکنه. پس بنابراین فکر کنین که هممون یه جوری بدبختی ها تو زندگیمون هست. حتی کسی که تو ایران زندگی نمیکنه، اومده آمریکا، بهترین تحصیلات هم کرده، بهترین کمپانی هم کار میکنه، دیگه من دیگه ستم دیگه، شماها باید به حرف من گوش بدین، من بهتون میگم کجا من فانوس جلوتون گرفتم. فکر کنم من که فانوس جلوتون گرفتم چه بدبختی تو زندگی شخصی من، ولی هنوز فانوس جلوتون نگر میدارم، ولی که ربطی با همین چیزا نداره. فقط بهتون میتونم بگم خب که فکر نکنی که این دردایی که تو زندگی هست فقط مال خودتونه. اگه یه ذره بهتون میتونه کمک کنه، فکر کنی که تقریبا همه یه نوعی دردایی داریم تو زندگی. نمیگم همه یه درد دارن، بعضی زندگیشون مثلا بعضی وقتا یکی دیگر نگاه میکنه میگه تو زیر، میگه من امروز مثلا این فراری که داشتم پارک میکردم و یکی روش خط کشید و اعصابم هم خورد شد. یعنی میگه خار نن، اینه پروبلم تو؟ نمیگم اونا رو، نمیگم اونا رو، ولی دارم میگم فکر نکنید که تنها این تو درد. هممون داریم درد میکشیم نوعای مختلف. همین کینگ رامو نگاه کنین، با از داستان پدریش گرفته تا جنگ‌های درونی خودش، هممون یه جوری داریم تو این گوهه، حالا یه ذره یه تو سینه تو گوهه، یکی تو لب تو گوهه، ولی تو گوهیم هممون، هممون تو گوهیم. و بنابراین کمکی که میتونیم به همدیگه بکنیم، اول درکیه که طرفی که روبروت واسطه اون بدبختم تو گوهه، حالا ممکنه پوزشو بده و من نیستم و من از تو بهترم و اینا رو بل کن، اونم تو گوه. حالا بذار ببینم این بچه رو میتونم بیارم نشونتون بدم، یه دقیقه صبر کن. بیارش حتما. عجب داستانی واقعا. یعنی من فکر میکنم که یعنی هیچ دردی بالاتر از این نیستش که آدم ببینه بچهش داره دردی میکشه. یعنی من هنوز میگم بچه ندارم، نمیتونم درک کنم، ولی کانسپچولی الان میاد. زنم گفت الان بیدار شد، نپش یه ذره طولانی شد، داره شیر میخوره، الان میاره بچه رو. ولی خدا کنه این داستان من یه ذره بهتون کمک کرده باشه که بفهمین. اولا من خیلی بچه ها، همه تون هم جواباتون رو دادم، میدونین زندگی، عکسای فامیلی رو برام میفرستین، بدبختیاتون رو برام تعریف میکنین. بابا یه جاییم همه، وقتی که فاکتور میگیری
بدبختیامون با هم دیگه فرق میکنه. خب یکی ریجاسی که مالیه، یکی فلان، یکی فیزیکلی مثل بچه‌م، یکی جاهای دیگه است، یکی فرقی نداره. ولی فکر نکنین که به خصوص خودتون این داستان، سیچویشن شما به خصوص ها، ولی این باید بهتون کوریج بده، بهتون انرژی بده، شجاعت که برین جلو. بابا من چیکار کنم با این بچه؟ دارم میرم جلو دیگه، الان دارم با شما حرف میذارم. Hi, hey Crystal. Hey, how are you? Nice good to see you. Baby Cyrus, ببینین. Baby Cyrus اینم پسر. آقای چقدر قشنگی. Cyrus چطور؟ یادت برات گیتار میزدم؟ گیتار میزدم برات تو یه چیز. نگاهش کن میخنده. یادته؟ یادت گیتار میزدم برات. Hi, baby Cyrus. خوبی؟ بعد این من آقای سیروس خان دو دستو بیار بالا بزن. چطوری؟ چطوری؟ تو ببین این چیزه، چی میگن؟ چوپون میگن بهش. زنم باش اسپانیش حرف میزنه. به فارسی میگن ماسمسک. چی میگن؟ ماسمسک؟ چی میگن اینو میذارن دهنش؟ پاسیفایر به فارسی. ببین انگلیسی. ببین فارسیش چی میشه؟ پستونک. پستونک ماسمسک. ببین پستونک بچه از حالا کاپیتالیست شده. یکی تو دهنشه، دو تام تو دست. قربونت برم. چی میگی؟ به همه سلام بگو، یه چیزی بگو. سیروس بگو سلام. بگو سلام. نه خب بگو سلام. سلام سیروس. طرف میزنی بگو سلام. بگو سلام. خب بگو سلام. سیروس یادت برات گیتار میزدم توی بیمارستان؟ بگو سلام. سلام. ای خدا رجا خریه. خیلی خری. این نمیاد بیرون. ولی بگو کینگ رام. بگو کینگ رام. آخ گیتار. گیتار. آخ گیتارم آورد. با بیم برات گیتار بزنم دیگه نه؟ کینگ رام. بزن کینگ. شهریار خیلی حال کردم با هم حرف زدیم و یعنی واقعا لازم داشتم، مردم لازم داشتن که هم تو رو ببینن، بیبی سایرس رو ببینن، حالش رو بدونن که چجوریه این روزا و اینکه یه جمعیت گندهی پشتتونن دیگه آقا، که این زودتر خوب بشه. بچه ها ببینید زندگی آخرش همینه. تو رو خدا یکی از اینا درست کنین، کسانی که نکردن، برای که اون موقع فقط معنی کل زندگی رو میفهمی. خب بدبختی خود چه میاره، ولی واقعا من زندگی رو بعد از این فهمیدم داستانش چی. واقعا بهتون دارم میگم. و ببینین میخوام بگم اولا ما بازم میام باهاتون حرف میزنم، یه سری سوالایی که از من دارین حالا غیر داستان بچه‌م برام بفرستیم به کینگ رام، میام یه سشن دیگه براتون میذارم. خیلی از من پرسیدین، من واقعا شرمنده تونم، واقعا باورم نمیشه. میخوام یه چرت و پرت یه پیرمرد گوش بدین، ولی این چرت و پرت ها من از سر قلب بهتون در صورت دارم میگم. حالا اینو بیارم بالا اینجا بیارم در صورت بپرسین، سوالا رو بفرستین، اون وقت من همه رو جواب میدم. دمتون گرم. یه سریتونم از من کار خواستین، اسمتون رو تو بوئین گذاشتم، من هر کاری تونستم براتون کردم. ببین به هم دیگه کمک کنین. این کینگ رام هم همین کار کوچولویی که داره میکنه کمک دیگه. این همه کمک، هر کی به نوع خودش. مواظب خود باش بیبی سایرس. میبینمت بیبی سایرس. سیروس بیا الان من برات خدافظی کنم، بیا باید گیتار برات بزنم. بزنین دوربینو تمامش کنین پادکستو. بچه ها مخواستم به همتون مرسی از تشویق همتون. مرسی که به داستان زندگیم گوش دادین. این داستان سیروس هم بفرستیم به دوستاتون، کمک مالی اصلا forget about it. فقط داستان بره که مردم بفهمن این سی جی دی هست. یه سری بچه های بدبخت به این چیز شدن و واقعا هم دارم میگم من خوشحالم که بچه من این مریضی رو گرفت. فکر کن یه کسی که من از لحاظ خیلی قسمت های زندگیم تکمیل داستان میتونم این بدبختی این بچه ما هضم کنم.
بگن یکی نه تحصیل داشته باشه نه پول داشته باشه بدبختی خودش باشه بعد خدا همچین بچه بهش بده خیلی سخت‌تره برای اون شخص. لااقل خدا میدونست به کی همچین مریضی رو بده. من لااقل میتونم بجنگم برای این بچه و میجنگم براش. دمت گرم. عاشقتم شهریار. عاشق بیبی سایرس و کریستال هم هستم. من پادکست رو تمام میکنم فعلا. حالا سیروس یه ماچ بده به همه. یه ماچ بده. ماچ بده. نه ماچ بده. یه ماچ بده. اولین اسمی که یاد گرفت ایرونی افشینه. دمشون گرم. اینا اجازه گرفتم بگم میبینی منو افشین؟ آره. فرح پهلوی پاد اومدم پای زوم با این بچه. ببینی این زن با تمام این پروبلمای زندگیش یه بچه مریض ایرونی رو اومد باش حرف زد، کمک بهش کرد تو همون تو همون گفان می کمک کردنشون. ببین اصلا یه چیزای عجیب غریبی اینا هستن. حرف زد گوش بدیم به حرفا راجبشون بعدا با تو میتونه حرف بزنه، ولی اومده باش حرف زده. خلاصه به همه این میگه افشین، چون هر چی ایرونیه میگه افشین. بعد بهش گفتم اومد پای زوم، گفتم سیروس ایشون اولیا حضرتن. اولیا حضرت گفتم اسمش چیه؟ گفت افشین. همه ایرونی افشینن. سیروس بگو افشین. افشین قربونت برم. میبینم از وقت مواظب خودت باش. هیا با هم در تماسیم. قربونتون برم. بای 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 بای.